یک پژوهشگر و فعال سیاسی اصولگرا میگه اتحاد اول انقلاب رو میشه یک همراهی تاکتیکی نامید چون پس از مدتی گروه های سیاسی مبانی فکری خودشون رو تغییر ندادن مثلا بنی صدر زیر پیمان خودش زد و با یک گروه مسلح برانداز پیوند خورد و یا احمدی نژاد از چارچوب قانون خارج شد اینها نباید توقع داشته باشند که در این ساختار بتونن رئیس جمهور بشن از سوی دیگه مسعود فروزنده تاریخ پژوه میگه اول باید دید چه تغییراتی در هسته قدرت به وجود اومده که برخی از صحنه قدرت فاصله گرفتن اما چون هنوز اسناد آرشیوی به اندازه کافی منتشر نشده نمیشه خیلی دقیق تحلیل کرد و باید مراقبت کرد با انتشار خبر تایید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و نبودن اسم گروه های سیاسی مختلف در این لیست این پرسش مطرح شد که چه کسانی باز هم از قطار انقلاب پیاده شدند عباس سلیمی نمین و مسعود فروزنده به تحلیل و بررسی این روند و تاثیر و علت اون پرداخته عباس سلیمی نمین پژوهشگر و روزنامه نگار اصولگرا درباره پیاده شدن گروه های سیاسی مختلف از قطار انقلاب گفت میان گروه های سیاسی مختلف قبل از انقلاب اختلاف نظرهایی وجود داشت. البته برخی از اونهایی که نظر متفاوتی داشتن اعلام کردند که نظر رهبری رو میپذیرن و به اون تن میدن. اما در نهایت همون تفکر خودشون رو پی گرفتند حتی در ادامه به اجرای مبانی دینی اعتراض کردن و گفتند. احساس غیر انسانیه. شاید بشه عنوان اون اتحاد رو یک همراهی تاکتیکی نامید. چون گروه های سیاسی مبانی فکری خودشون رو تغییر ندادن و برخلاف توافق اولیه پیش رفتن. او ادامه داد مثلا بنی صدر زیر پیمان خودش زد و با یک گروه مسلح برانداز پیوند خورد. بنی صدر حتی قبل از انقلاب منتقد منافقین بود اما تغییر تاکتیک داد. او خودش رو ناتوان از مقابله با رهبری امام خمینی میدید. تصور میکرد با پیوند به منافقین میتونه ضعف خودش رو پنهان کنه بعضی از فعل و انفعالات در جامعه قابل پذیرش نیست مثلا منتظری در برابر اعمال قانون در مورد خیشاوندان خودش ایستادگی جدی کرد نامنگاری های او با خمینی نشون میداد منتظری حاضر نیست کار خودش رو غیر قانونی تعریف کنه و اعمال قانون درباره منتظری رو شکستن خودش تصور میکرد اما خمینی این مسئله را تحمل نمیکرد به ویژه درباره کسی که 27 قتل مرتکب شده بنابراین اگر خمینی به این مسئله تن میداد به یک انحراف بزرگ رسمیت میداد در نهایت منتظری هم نامه نوشت که این رو تحمل نمیکنه و از مسئولیت کناره میره با این وجود خمینی بهش توصیه کرد که کار خودش رو ادامه بده و بذاره مهدی هاشمی محاکمه بشه منتظری زیر بار نرفت. این نقابی بین خمینی و یکی از شاگردان بزرگ او بود. سلیمی نمین درباره حذف گروه‌های چپ مارکسیست در ابتدای انقلاب اضافه کرد، برخی از نیروهای چپ مارکسیست اگرچه به لحاظ مبانی نظری با ایدئولوژی انقلاب در تعارض بودند، با این وجود خمینی گفت اینها هم مثل بقیه میتونن زندگی کنن و حتی نظر خودشون رو تبلیغ کنن. اون چه اونها رو ترد کرد این بود که به دنبال تجزیه کردستان و آذربایجان بودن. البته حزب توده هم مارکسیست بود و تا مدتها در جامعه عقاید خودش رو تبلیغ میکرد. حزب توده تا زمانی که مشخص نشد که یک خط براندازی را از طریق جاسوسی برای شوروی دنبال میکنه کسی به آنها اعتراضی نکرد یعنی به خاطر چپ بودن با کسی برخورد نکردند اگه گروه های چپ دست به سلاح نمی بردن و در ایران مسائل نظری خودشون رو دنبال نمیکردن این اتفاقات نمی افتاد. او افزود این تفکر غلط افراطی که فکر میکردن میتونن بخشی از ایران رو تجزیه کنن و در آنجا حکومت تشکیل بدن موجب شد که خط خودشون رو از خط ملت جدا کنن اما ملت هم تحمل نکرد بسیج شد و اونها رو از خوزستان و کردستان جمع کرد در حالی که بسیاری از پادگان ها رو در کردستان اشغال کرده بود در اوایل انقلاب که گروه های چپ در کردستان بودند طالقانی و بهشتی به کردستان رفتن و با اونها مذاکره کردند یعنی بزرگترین شخصیت های انقلاب با گروه های مثل دموکرات و کومله مذاکره کردند و به اونها گفتند از طریق انتخابات وارد بشن و کشور رو اداره کنند انتخابات شوراها در کردستان برگزار شد این گروه های چپ رای نیاوردند. این پژوهشگر در ادامه گفت گروه های سیاسی عملکردهایی دارند برخی از اونها درست و برخی خطا است کسانی که از چارچوب قانون خارج شدن نباید انتظار داشته باشند که از مزایای ساختار استفاده کنند احمدی نژاد از قانون فاصله گرفت و پیوندهایی با خارج از چارچوب نظام برقرار کرد طبیعیه که وقتی شما میخواید در این ساختار کار کنید نمیتونید خارج از اون باشید و فرض کنید یک برانداز میتونه رئیس جمهور کشور بشه در حالی که اولین سوگند او تعهد به قانون اساسیه سلیمی نمی ضمن ابراز تعجب نسبت به اصلاح طلبانی که امروز از محمود احمدی نژاد حمایت میکنن گفت کسی که میگه این ساختارها رو قبول ندارم که نمیتونه از مزایای ساختار هم برخوردار باشه اون فرد میتونه از ساختار خارج بشه و مخالفت کنه که این کار رو هم میکنه البته بسیاری از مخالفت های او دروغ محزه این که میگه مسئولین کشور در خارج از ایران جزیره خریدن واقعیت نداره هر کاری دلشون میخواد انجام بدن اما نباید انتظار داشته باشن در درون ساختار رئیس جمهور بشن بنده تعجب می کنم کسانی که قبلا احمدی نژاد رو منحرف و ضد مصالح کشور می اما امروز از حق او دفاع می کنن. این چرخش در میان نیروهای اصلاح طلب صورت گرفته در حالی که خودشون می گفتن احمدی نژاد رو باید بسیار زودتر از این از نظام بیرون بندازیم این مسئله نشون میده برای اونها منافع ارجحیت داره من اصالت و حقیقت دیروز احمدی نژاد با منافع اصلاح طلبان در تضاد بود و میخواستن حسب بشه در ادامه مسعود فروزنده تاریخ پژوه درباره اینکه آیا به گفته ی عباس سلیمی نمین دلیل فاصله گرفتن چپ ها از قدرت تنها به تمایل اونها به تجزیه طلبی برمیگرده توضیح داد فقط بخشی از چپ ها به فدراسیون اقوام و خودمختاری اقوام اعتقاد داشتند همه اونها اینطور فکر نمی کردن. برخی از اونها در چارچوب جمهوری اسلامی اقدامات زیادی کردند. بعد از دستگیری حزب توده در بخشی نهادها و ارگان به عنوان تحلیلگر و اهل قلم شناخته شدند. فهرست بلند بالایی از اینها داریم که به کار فرهنگی و تحلیلی پرداختند اما از فعالیت حزبی برکنار شدند چون حزب توده منحل اعلام شد و وقتی در دهه 60 درگیری های گسترده حزب توده آغاز شد یکی از دلایل این دستگیریها ارتباط با سفارت شوروی و سازمان کاگبه بود اما همه اینها دلیل این نبود وی در انتها درباره فاصله گرفتن بخشی از جریان اصلاح طلبی از هسته قدرت تصریح کرد اصلاح طلبی تبدیل به یک جریان فکری و عقیدتی مثل یک رودخانی نسبتاً بزرگ شده. اصلاح طلبان هم ناراحت نمیشن اگه کسی از اصولگرایان با فاصله گرفتن از عقاید گذشته و ادعای اصلاح طلبی به اونها نزدیک بشه. بنده نماینده اصلاح طلبان نیستم. به عنوان ناظر صحبت میکنم. اصلاح طلبان اصولا به کسی که ادعای اصلاح طلبی میکنه انگ غیر اصلاح طلبی نمیزنن. هیچ زمانی او رو ترد نمیکنن. چون اصلاح طلبی همراه با گفتمان مدرن بین احزاب و گروه هاست. کسانی که از اصولگرایی دست برمیدارند و به جریان اصلاح طلبی نزدیک میشن با آغوش باز اصلاح طلبان مواجه میشن مثلا لاریجانی رو به عنوان یک اصولگرای کاملا حرفه‌ای در دولت خاتمی نگاه کنید پس از دو دهه اصلاح طلبان به او اقبال دارن و او هم روی خوش به اونها نشون میده این روند تاریخی نشون میده اصلاح طلبی تنها یک حزب و یک گروه نیست و بدل به یک جریان فکری و سیاسی شده که کسی هم نمیتونه بگه کادر مرکزی اون هستن مردم هم نمیدونن رهبر اصلاح طلبان کیه اصلاح طلبان هم چندان اعتقادی ندارن که یک سازمانی هستند که هر کس بخواد به اون وارد بشه باید گزینش بشه سپاس از اینکه کانال چه خبر را دنبال می کنید لطفا کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید تا از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر شوید پاینده باشید